سلام، به خبرهای این ساعت از تولو و تولو نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها: تاراج دار و ندار دفترهای دولتی در ولسوالی تالاو برفک بغلان. مقام های امنیتی در ولایت بغلان میگویند که طالبان تمامی دارایی های این ولسوالی را برهم زدند و به یغما بردند. کل اسناد ولسوالی، تعمیر ولسوالی، کلش از شکاندن. اطمینان فرمانده تازه پلیس زونی 101 آسمایی از بهبود وضعیت امنیتی در کابل. حسن شاه فروغ میگوید که مردم کابل به زودی گواه تغییرات مثبت خواهند بود. ما باید بیشتر از پیش و اضافه تر از پیش زحمت بکشیم، تکلیف به خود قبول بکنیم و همه مشکلاتی که پیش روی است باید پشت سر بگذاریم. ادامه تظاهرات شهروندان افغانستان در برابر سیاست‌های پاکستان. تظاهرکنندگان در شهر ننگرهار میگویند که حکومت پاکستان دشمنیش را با افغانستان آشکار ساخته است. د تمویل او تجهیز ځایونه چې ده په پاکستان کې قرار لري، حکومت نه ونشي. حکومت تیرې ملک ته دا اجازه راکړي چې یاره تاسو وطنوال د خپل وطن خپله حفاظت وکړئ. و آمادگی لیتوانیا در برابر حمله احتمالی روسیه. نیروهای ارتش لیتوانیا مرزهای این کشور را با روسیه مستحکم تر می سازند. من فواد امان هستم. از ولایت فرا خبر می رسد که بمباران چرخبالهای نیروهای دولتی در ولسوالی بالا بلوکین ولایت به جان باختن 7 غیر نظامی و زخم برداشتن 22 غیر نظامی دیگر انجامیده است. خبرنگار تولو نیوز در ولایت فرا می گوید که بیشتر جان باختگان و زخمیان این رویداد که پس از چاشت دیروز رخ داد زنان و کودکان هستند. اما نیروهای دولتی تلفات غیر نظامیان را در این ولایت رد می کنند و طالبان را مسئول این رویداد می گویند. تازه از روستای تودنک ولسوالی بالابلوک فرا که از چند روز بدین سو گواه نبردهاست بیرون شده بودند. اما تلاششان برای یافتن بخش امن به جای نرسید و سرانجام به این وضع گرفتار شدند. پیش داست و چی دادریش اندوره که رزمش بر کرو باندی هوانون دا دولت دخواه ورزول کیجی بم افغان دی سی و هر شی بر سرایون باندی سرایون گرده سرا دا وشی مال چی مدلوش گرده. مسئولان شفاخانه فرا می گویند که بیشتر جان باختگان و زخمیان این رویداد زنان و کودکان هستند. از جمله 22 مجروح، 3 مجروح ما وضعیت عمومی خوبی نداره، متبخی جرعات نابسیار جرعات ستیسته. در امین حال بستگان این باشندگان بالا بلوک که به شفاخانه فرا آمده بودند بر نیاز بررسی چگونگی این رویداد تاکید می ورزند. اینا می تفلا و سیاسرار از مترا پین میکنه که امید کسایی که به تیاره متوجه شد اینا طالب نیه، اینا مردم عادیه و اونا به امی حالت به سیاسرها و امی خورده که شما جنازه از اونا رو دیدیم به تصویر کشیدیم و این مردم رو بیرامی کشتن به امی حالت رسندن. با این همه نیروهای دولتی هر گونه آسیب رسانیدن را به غیر نظامیان در این عملیاتشان رد میکنند. عملیات نیروهای دولتی برای پاکسازی ولسوالی بالا بلوک از چند روز بدین سو ادامه دارد و در این مدت از نیروی هوایی نیز کار گرفته شده است. ولسوالی تالاو برفک پس از 2 روز سقوط به دست طالبان دوباره در اداره نیروهای امنیتی درآمد. مقام های امنیتی در ولایت بغلان میگویند که طالبان در 2 روز تمامی دار و ندار این ولسوالی را برهم زدند و جنگ افزارها و موترهای نیروهای امنیتی را با خودشان بردند. نیروهای امنیتی پس از شکست دادن طالبان در پل کندسنگ دوشی به سوی تالاو برفک در حرکت می شوند. طالبان در منطقه دهنی کیان با این نیروها برای چندی درگیر می شوند. اما نیروهای امنیتی هم از زمین و هم از هوا بر آنان حمله می کنند و در این رویداد 3 نیروی امنیتی هم زخم برداشتند. از طرف ولایت بامیان و ولسوالی دوشی در اینجا در ولسوالی تالاو برفک رسیدن و به هیچ درگیری اداره این ولسوالی را در دست گرفتند. در اینجا طالبان هم به بخش‌های گوناگون متواری شدند. تاکنون نیروهای امنیتی هم عملیات بازرسی و جستجو را در راستای این ولسوالی آغاز نکرده است. ولسوال و قماندان امنیتی که جدیداً در اینجا مقرر شده آورده شده، ان شاء الله تعالی
تماما ادارات و شعبات ولسوالی فعال خواهد شد. دو روز که اداره این ولسوالی در دست طالبان بود، طالبان در بخش حاکمیت داشتند. در اینجا دیده میشه که طالبان بر این ساختمان حمله کرده و چیزایی که در اینجا بود همه را برهم زده و هیچ چیزی در اینجا در حالت خودش باقی نمانده و تماما دار و ندار به ولسوالی را با خودشان برده است. کل اسناد ولسوالی، تعمیر ولسوالی، کلش چکاندن و اینم تو خواهشیم از دولت بریزی است که ام دوره که آزاد ساخته مکمش بگیره. حال خواستها بر این هستند که این ولسوالی به گونه کامل تامین امنیت شود، زیرا با تهدید این بخش طالبان میکوشد که یک منطقه وسیع را برای رفت و آمدشان از جنوب به شمال در اختیار داشته باشند. این ولسوالی بیش از 70,000 جمعیت دارد که در دو سال گذشته دو بار به دست طالبان سقوط کرد و حال باشندگان طالب و برفک از این وضعیت ناامنی به سوتو آمده است و میگویند که در اینجا نیروهای امنیتی باید امنیت را به گونه کامل تامین بکنند تا آنها به زندگی عادیشان ادامه بدهند. گلاب‌الدین غبار، طلوع نیوز، ولسوالی طالب و برفک بغلان. گلاب‌الدین غبار اکنون از شهر پلخمری با ما هستند. گلاب‌الدین، ظاهرا به نظر می رسد که هژمونی حاکمیت دولت در ولایت بغلان سرتاسری نیست. حالا پس از ولسوالی طالب و برفک دولت برای آزادسازی بخش های دیگر ولایت بغلان برنامه سنجیده است؟ سلام بر شما. قسمی که در گزارش هم دیدین، دیروز نیروهای امنیتی در ولسوالی طالب و برفک رفتن و اداره ولسوالی را از طالبا به دست گرفتن و در اونجا هم طالبا ولسوالی طالب و برفک دو روز اونجا حاکمیت داشتن، همه دار و ندار ولسوالی را برهم زدن و بخشی از تجهیزات و امکانات هم با خود بردن. در واقع مهمتری که در ولسوالی طالب و برفک باشندگانش، وقتی ما با گفتگو کردم با بزرگان قوم و باشندگان طالب و برفک، به شدت از چنین وضعیت نگران بودند و از ادامه چنین وضعیت بیم داشتند و آنها خواستشان این بود که نیروهای امنیتی باید به گونه جدی یک عملیات پاکسازی و بررسی را در روستاهای طالب و برفک رو اندازی بکنند، چون وقتی نیروهای امنیتی به طالب و برفک رسیدند در اوجه بی هیچ درگیری نیروهای امنیتی توانستند که ساختمان ولسوالی را در دست بگیرند. در اونجا طالبا، چون ولسوالی طالب و برفک یک از ولسوالی های کوهستانی و نسبتاً دورافتاده بغلان است، باشندگان طالب و برفک خواستشان این بود که نیروهای امنیتی یک عملیات بررسی را در روستاها و حتی در خانه ها رو اندازی بکنند، چون طالبایی که در اونجا آمدن عملیات گسترده را انجام دادن متواری شدن پیش از اینکه نیروهای امنیتی برسه و تشویش اونایی بود که وقتی نیروهای امنیتی بر بگردن مبادا دوباره اونا حمله بکنند بر ولسوالی طالب و برفک. و همچنان بغلان یکی از ولایت هایی است که در بخش های گوناگونش جنگ و ناامنی جریان داره. در حال حاضر در ولسوالی بغلان مرکزی به شدت طالبا با نیروهای امنیتی در حال نبرد هستند که مردم از رهگذرم خیلی به تشویش هستند و همچنان عملیاتی که بیشتر از یک هفته پیش در دهنه غوری آغاز شد همچنان بی ثمر باقی مانده که مردم از این وضعیت به شدت انتقاد میکنه مسئولین امنیتی در بغلان. بله گلاب‌الدین، حالا افزون بر ولسوالی طالب و برفک، حضور طالبان در ولسوالی دند غوری و همچنان ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان ترس و نگرانی در میان مردم ولایت بغلان ایجاد کرده است. با آمدن فرمانده تازه در رأس پلیس بغلان، نیروهای امنیتی چه میگن؟ چه برنامه برای عقب زدن طالبان از این بخش های ولایت بغلان روی دست گرفتند؟ مسئولان امنیتی همواره وقتی که ما در گزارش های کار کردیم پرسیدیم، اونا از تامین امنیت به مردم وعده داده، ولی زمانی که از مردم پرسیدیم که آیا امنیت در بغلان تا کنون به اندازه که مردم میخواسته تامین شده یا خیر، مردم بسیار انتقاد داشتند از رهبریت جنگ در ولایت بغلان، از مدیریت پیشبرد نبرد برای پاکسازی در بغلان خیلی های انتقاد شدید داشتند و حالا هم باشندگان بغلان بسیار توقع جدی داره از فرمانده تازه پلیسی که در ولایت بغلان
آمده و با کارش تازه آغاز به کار بکنه. توقع و خواست بغلانیایی است که به جایی که ناامن است باید امنیت تامین شود و هنوز هم بخشایی در بغلان وجود داره که به گونه مطلق در اداره طالبان، مثلا ولسوالی دهنه غوری که نزدیک به 6 ماه میشه در اداره طالبان، و همچنان دند غوری و دند شهاب الدین که در اوج طالبان حضور بسیار گسترده داره و در بغلان مرکزی که هم اکنون هم نبرد در اوج جریان داره، هرچند امروز نیروهای امنیتی یک عملیات بسیار وسیع را به انجام داده بودند، ولی مردم خواستشان تامین امنیت است. سپاسگزارم، خیلی سپاس از حضورتان در برنامه. فرمانده پلیس و رئیس تازه تحقیقات جنایی کابل از سوی وزیر داخله معرفی شدند. وزیر داخله میگوید که امنیت در کابل چالش برانگیز است و تلاش هایی که در این زمینه انجام شدن بسنده نیستند. از همین رو تغییرات جدی باید در امنیت کابل بیاید. در همین حال فرمانده تازه پلیس کابل میگوید که مردم کابل به زودی گواه تغییرات مثبت خواهند بود. افغانستان اسلامی جمهوریت کورنوی چهار وزیر. چهره های تازه رهبری امنیت پایتخت را به دوش می گیرند. پایتختی که همه روزه گواه خشونت و جرم های جنایی است. حسن شاه فروخ که پیش از این در چندین ولایت افغانستان نیز کار کرده است، به عنوان فرمانده زون 101 آسمایی و فرمانده پلیس کابل معرفی می شود. محمد سالم الماس، برادر الماس زاهد، عضو مجلس نمایندگان که چند پیش رتبه جنرالی نیز گرفت، رئیس تازه تحقیقات جنایی کابل. شب و روز ما تلاش میکنیم، زحمت میکشید، اما توقع مردم ما بیشتر از این است. آرزوی ما این است با خصوصا شخص قماندان صاحب جدید و همه تیم همکارهایشان است که این دستاوردار را حفظ کنه، یک تغییر مثبت دیگه هم در کابل بیاره. فرمانده تازه پلیس کابل از آوردن تغییرات در صف پلیس سخن میزند. آنچه که در ولایت کابل میگذره واقعا با در نزداشت رسالتی را که ما داریم بسنده و کافی نیست. ما باید بیشتر از پیش و اضافه تر از پیش زحمت بکشیم، تکلیف به خود قبول بکنیم و همه مشکلاتی که پیش روی است باید پشت سر بگذاریم. در اجرای وظایفی که اجرا کردیم تبیسته که با مشکلات و دشواری هایی که داریم آنگونه که لازم بود 100% نتانستیم که تمام این حوادث جلوگیری بکنیم. اما انتظار مردم از رهبری تازه پلیس کابل چیست؟ منطقه شاه شهید چند پیش در همسایگی دکان این جوان صاحب یک دکان داروهای سنتی کشته شد. کمربندهای تلاشی به نهایت بی‌پروا، کنترل درست نیست. باید از تغییرات عمده در خود کمربندهای امنیتی بیاید. گروه های راهزن زندگی را بر باشندگان این منطقه تنگ ساخته است. موبایل های مردم بیچاره را که در گوششان می باشند که متسکل می چور می کنند. بعد از 8 شب و 6 شام برآمده نمی شه ایشونا. بخاطر که مردم مسکین است در 500 افغانی هم که مردم هم می کشند. بخش های دیگر کابل نیز گراف جرایم جنایی بالایی دارند. منطقه های تایمنی و قلعه فتح الله از جاهایی هستند که گواه چندین رویداد آدم ربایی بودند. از سرنوشت برخی از روبوده شدگان هنوز هم خبری نیست. یک هفته قبل یا 5 روز قبل در کنار ما دواخانه بسید مسعود است که از یکی از وطنداره ماست. این را از این سرک 7 یا 8 اختطاف کردن و خوشبختانه این هم جان به سلامت برد. از راننده 60 ساله‌ای که در همه بخش های کابل کار میکند پرسیدیم که کدام بخش های کابل امن هستند. زیادتر دیگه وزیر اکبر خواب شیرپور و یا امنیتش خوب است. آمار بلند جرم های جنایی و بمگذاری ها و رویدادهای هراس افغانانه دوامدار کابل را یکی از ناامن‌ترین پایتخت های جهان ساخته است. شمار از باشندگان ولایت ننگرهار در اعتراض به سیاست اخیر پاکستان در برابر افغانستان دست به تظاهرات زدند. تظاهر کنندگان میگویند که بعد از کشیدن بسته بودن گذرگاه ترخم نشان دهنده آن است که حکومت پاکستان دشمنیشان را در برابر افغانستان آشکار ساخته است. آنان حمله های موشکی و توپخانه پاکستان را بر بخش های مرزی این ولایت نکوهش کردند. مرگ بر پاکستان، مرگ بر پاکستان شعار است که در اینجا در شهر جلال آباد باشندگان ولایت ننگرهار شعار می دهند.
این تظاهرات در اعتراض به سیاست اخیر پاکستان در برابر افغانستان راه اندازی شده است. آنان حکومت پاکستان را دشمن افغانستان می دانند. ترهاگر و زال عدید او در تریننگ زیونه او در تمویل او تجهیز زیونه چه در پا پاکستان که قرار لرید. حکومت نونشی حکومت تریمنگ تا در اجازه را کی چه یا تاسو وطنوال خود خپل وطن خپل حفاظتو کهی. تظاهر کنندگان می گویند که بعد درازا کشیدن بسته بودن گذرگاه ها میان افغانستان و پاکستان مخالف اصول دیپلماتیک است. زمنګ استادو د تجارانو د دوالو غاړو خلکو مالونه نور د خرابېدو په حالت کې دي. د ټولو ملي او بین المللي اصول او قوانینو په خلاف باندې د پاکستان حکومت د غلاره بند کړې ده. د لالپور ولسوالۍ باندې توغندي بریدونه شوې دي. دغه د پاره موږ راغلي چې د غلارې لکه ولسونه په حساب دي سره. تظاهر کنندگان هشدار می دهند که اگر پاکستان گذرگاه تورخم را به زودی باز نکند، آنان هم مانع صادرات کالاهای بازرگانی پاکستان با افغانستان خواهند شد. اما هنرمندان کشور با گروهی از هنرمندان هندی و پاکستانی جشنواره ای را برای انداختند که نشان دهنده فرهنگ مشترک سه کشور است. پیام این جشنواره صلح و دوستی است. در جشنواره کاروانسرای هنرمندان سه کشور از بخش های شعر، موسیقی و نقاشی شرکت کردند. شعر از سعدی شیرازی، شاعر شناخته شده زبان پارسی، با نقاشی دوره مغل، پیام صلح و دوستی برای شهروندان افغانستان، هند و پاکستان، سه کشوری که همسایه‌اند و دارای فرهنگ‌های مشترک هستند. ده مغل سبک دی اجدل دغوار یو شعر په دیوال باندې نقاشی کو، نو په دې کې زموږ سره هندی و نرمندان هم شده، پاکستانی نرمندان هم شده. شعر با پیام انسانی صلح و دوستی به هدف صلح و دوستی امروز بر دیوارهای محافظتی وزارت کار و امور اجتماعی نقاشی می شود. ما از پاکستان دعوت شده ایم تا به این گروه بپیوندیم. ما واقعا این کار را ستایش می کنیم و می خواهیم که جزی از فعالیت های صلح و دوستی باشیم. هنرمندان سه کشور می گویند که پیام آنان پیام انسانی و احترام به انسانیت است که هیچ مرزی نمی شناسد. با یک هنر مغول که از دوران مغول مانده بر ما و با این پیام ما می خواهیم به مردم هایی که دو طرف خط دیورند هستند، در هند هستند، بر از اینا این پیام را برسانیم که کل انسان ها یک رقم هستند. مهم انسانیت است، مهم اونمو ارزش های انسانی است که باید به مو احترام شود. این فعالیت هنری و فرهنگی برای ایجاد دوستی و صلح میان شهروندان سه کشور از سوی هنرمندان سه کشور در حال برگزار می شود که از هنگام ایجاد کشور به نام پاکستان میان پاکستان و این دو کشور رابطه چندان دوستانه وجود نداشته است. نبود گواهینامه های معیاری کیفیت برای فرآورده های داخلی از چالش های اساسی فراراه صادرات در کشور است. مسئولان اتاق های تجارت و صنایع می گویند که با وجود تقاضای زیاد به فرآورده های باقی کشور در بازارهای جهانی، نبود گواهینامه های معیاری کیفیت سبب می شود که سالانه یک بخش اندک از این فرآورده ها به کشورهای اروپایی و آمریکایی برسند. از سوی هم اداره صادرات کشمش و میوه های تازه می گوید که در حال حاضر گواهینامه های کیفیت که از سوی این اداره توزیع می شود جوابگاه بازارهای منطقه‌ای است. وزارت زراعت و آبیاری از آغاز برنامه 5 ساله توسعه کشت و برداشت زعفران در کشور خبر می‌دهد. سخنگوی این وزارت می‌گوید که بر بنیاد این برنامه در سال آینده هجری خورشیدی 5 تن پیاز زعفران با کشاورزان در 30 ولایت کشور توزیع خواهد شد. آنان می‌گویند که در این سال افزون بر ساخت 2 لابراتوار بزرگ سنجش کیفیت زعفران در کشور، 10 مرکز پروسس زعفران نیز ساخته خواهند شد. وزارت زراعت می گوید که در برنامه 5 ساله توسعه زعفران نه تنها به گسترش ساحه کشت زعفران بل با آموزش کشاورزان در این بخش نیز توجه شده است. سخنگوی این وزارت می گوید که ساخت مراکز پروسس، بازاریابی و حل مشکلات فراراه صادرات زعفران در کشور در اولویت برنامه های این وزارت قرار دارد.
برای انکشاف زعفران، برای از اینکه ما بتونیم بهترین حاصل را برداریم، امسال در برنامه ما آموزش 12,000 دهقان و کارمند دولتی است که در ولایت های مختلف ما اینا را آموزش میتیم و حدود نزدیک به 1,000 قطعه نمایشی را ما امسال راه‌اندازی خواهد کردیم. در سال روان هجری خورشیدی، هرچند در کشورهای گوناگون به ویژه در امارات متحده عرب و چین برای زعفران کشور بازاریابی شده است، اما شمار از آگاهان بخش کشاورزی تلاش های حکومت را در این بخش کافی نمی دانند. زعفران در سطح افغانستان به مقدار کافی تولید شده باشه ولی به بازار عرضه نمیشه. از یک طرف مردم هنوز به خوردن زعفران یا به نوشیدن زعفران به اصطلاح هنوز آشنا نیستند، از مفاد و اهمیتش آگاهی ندارند. بر بنیاد آمارهای وزارت زراعت و آبیاری، در سال روان هجری خورشیدی بیش از 6 تن زعفران در کشور برداشت شده است که این رقم نسبت به سال پار افزایش دو برابری را نشان می‌دهد. نیروهای ارتش لیتوانیا مرزهای این کشور را با روسیه مستحکم‌تر می‌سازند. پس از هشدار ناتو به لیتوانیا درباره یورش احتمالی نیروهای روس به این کشور، ارتش لیتوانیا گشت‌زنی‌هایش را در مرز با روسیه افزایش داده است. در همین حال برخی از داوطلبان ارتش لیتوانیا می‌گویند که اگر مجبور شوند با نیروهای روس خواهند جنگید. نیروهای لیتوانیایی در مرز این کشور با روسیه، این نیروها گشت زنی هایشان را در مرز با روسیه افزایش دادند. می گویند که روس ها پنهان می شوند و هیچ ارتباط با آنان برقرار نمی کنند. اما شماری از نیروهای ارتش لیتوانیا داوطلبانی هستند که می گویند می خواهند از وطنشان دفاع کنند. یکی از این داوطلبان در پاسخ به این پرسش که اگر لازم باشد با روسیه بجنگد این کار را خواهد کرد، می گوید که بله حتما، ما امروز آماده هستیم. اگر امشب جنگ شود ما آماده ایم، هیچ شکی وجود ندارد. پس از ضمیمه شدن شبه جزیره کریمیه اوکراین به روسیه، ناتو درباره احتمال یورش نیروهای روس به کشورهای دیگر همسایه روسیه هشدار داده است. لیتوانیا نیز در پاسخ به این هشدار بودجه نظامیش را افزایش داده است. در کنار نیروهای ارتش، یک گروه شبه نظامی به نام اتحادیه تفنگداران که 10,000 عضو دارد از مرزهای لیتوانیا با روسیه محافظت می‌کند. این در حالی است که روسیه در نزدیک مرزهایش با برخی از کشورهای شرق اروپا موشک‌های S-300 را جابجا ساخته است. از سوی دیگر، در پی ملغا شدن سخنرانی دو وزیر کابینه ترکیه در آلمان و ادامه بازداشت یک خبرنگار آلمانی در ترکیه، تنش‌ها میان دو کشور افزایش یافتند. رئیس جمهور ترکیه با انتقاد از ملغا شدن سخنرانی وزیرانش در آلمان، خبرنگار بازداشتی را جاسوس آلمان می‌داند. از سوی هم وزیر خارجه آلمان می‌گوید که برلین خواهان روابط نیک و دوستانه با آنقره است. برای شنیدن خبرهای بیشتر در تلفن‌های همراهتان با 456 تماس گرفته و سپس 111 را فشار دهید. ادامه خبرها را در تورنیوز دنبال کنید. ممنون از توجهتان است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، از ملغا شدن سخنرانی دو وزیر کابینه این کشور در آلمان سخت انتقاد می کند. صدها هزار تن در آلمان هراس افگنی می کنند. می توانید تصور کنید، وزیر عدلیه ما می خواست درباره همه‌پرسی برای ترک ها در آلمان سخن بگوید، اما مانع او شدند. سخنرانی وزیر اقتصاد را نیز ممنوع کردند. یک دادگاه آلمانی در جریان 2 ساعت حکم صادر کرد و مرا از سخنرانی ویدئویی در آنجا منع کرد. اما رسانه های آلمانی با رهبران PKK در کوههای قندیل گفتگو می کنند و سخنان او را پخش می کنند. آقای اردوغان خبرنگار ترک تبار آلمانی را که در این کشور بازداشت شده است نیز به جاسوسی متهم می سازد. آیا می بینید که در آلمان چی رخ می دهد؟ دوستانم، این کار از بهر زندانی بودن خبرنگار روزنامه دی ولت نیست. این خبرنگار یک ماه در کنسولگری آلمان پنهان بود. او عضو PKK و یک جاسوس آلمانی است. İçeri alınmış. Gibt es inzwischen diese
اما وزیر خارجه آلمان از ترکیه میخواهد که خبرنگار آلمانی را رها کند. او تاکید می‌ورزد که حکومت مرکزی آلمان در ملغا ساختن سخنرانی وزیران ترک نقشی نداشته است. حکومت آلمان در این تصمیم هیچ نقش نداشته است، زیرا این تصمیم حکومت محلی بوده است که ما بر آن هیچ نفوذی نداریم. این مقام آلمانی میگوید که برلین خواهان افزایش تنش‌ها با انقره نیست. ما از تمامی طرف ها در آلمان و ترکیه می خواهیم که روابط دوستانه و اثرگذار داشته باشند. حتی در هنگام دشواری ها به تنش ها دامن نزنند. حتی اگر ما با هم اختلاف داشته باشیم درباره آن گفتگو می کنیم. اما باید به دنبال مشترکات میان دو کشور باشیم. مقام های محلی شهر کلن آلمان می گویند که سخنرانی وزیران ترک را به علت مبهم بودن برنامه آنان ملغا ساخته است. آنان می گویند که در نخست گفته نشده بود که برنامه آنان سیاسی است. سازمان ملل متحد هشدار می دهد که اگر خشکسالی های جاری در کنیا مهار نشود، می تواند به یک فاجعه مبدل شود. معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور انسان دوستانه که به یکی از بخش های خشکسالی زده کنیا سفر کرده است، خواستار کمک های جهانی برای مهار این پدیده است. باشندگان بخش های آسیب دیده کنیا از بحر خشکسالی با دشواری های بزرگی روبرو شدند و صدها مواشی را نیز از دست دادند. اینجا روستای باندارو در شمال شرق کنیا است، جایی که گواه یکی از بدترین خشکسالی ها در افریقا بوده است. خشکسالی در این منطقه بعد درگیری میان برخی از گروه های مسلح نیز انجامیده است که برای در اختیار داشتن منابع محدود آبی با هم درگیر شدند. دیگران مجبور هستند برای پیدا کردن آب راه های درازی را بپیمایند. خشکسالی بسیار بد است. مواشی میمیرند و مردم در شرایط ناگواری قرار دارند. مردم باید اینجا را ترک کنند و به دنبال آب بروند. اما مواشی پیش از رسیدن به مقصد میمیرند. معاون دبیر کل سازمان ملل در امور دوستانه به این روستا سفر کرده است تا اثرهای بد خشکسالی را دریابد. این بخش از یک خوشحالی در آزمدت است که اثرهای وحشتناک انسانی بر مردم اینجا داشته است. نزدیک به 600 خانواده که در هر کدام آنها به گونه اوسط 6.5 تا 8 کودک است، برای به دست آوردن خوراک تلاش می کنند. این مقام سازمان ملل از وقوع یک فاجعه هشدار می دهد. ما باید منابع مالی داشته باشیم تا بتوانیم برنامه های مان را برای حفظ زندگی مردم و بیرون ساختن آنان از این خشکسالی تمویل کنیم. در غیر آن اینجا یک فاجعه را خواهد داد. سازمان ملل متحد می گوید که در کنار این منطقه کنیا، بخش های دیگر در شاخ افریقا که بیشتر در ایتوپیا و سومالیا هستند، با خشکسالی های شدید روبرو خواهند شد. فرمانده لوای ششم امن و نظم و آمد راه اندازی یک عملیات گسترده از بحر نابودی هراس افغانان در شمال کشور خبر می دهد. وی می گوید که به تمامی نیروهایش دستور داده است تا با هراس افغانان به گونه جدی مبارزه کنند و برای نابودسازی پایگاه های آنان از هیچ تلاش دریغ نورزند. فرمانده لوای ششم امن و نظم و آمد آمادگی های نیروها برای تامین امنیت مراسم نوروز نیز سخن می گوید و می افزاید که 1000 نیرو برای تامین امنیت این مراسم آماده شدند. نیروهایی که میگویند سال دشوار را از بحر تامین امنیت مردمان کشور گذراندند و اکنون برای پاسداری از کشور در سال پیش رو آماده هستند. میگویند هراس افغانان با وجود تلاش های گسترده ای که انجام دادند اما نتوانستند به اهدافشان برسند، زیرا این نیروها تا پای جان در برابرشان استادند. در ولایت شمال کشور در هر نقاطی که دشمن قسم خورده مردم افغانستان حضور دارد، چی طالب است چی داعش است و چی افغان هستند و چی خارجی هستند، هر کس که انتحار میکنه، انفجار میکنه، انسان میکشه، او دشمن مردم افغانستان است، دشمن نیروهای امنیتی است. اونا با اونا قاطعانه خود عمل شد.
فرمانده پلیس 707 پامیر در شمال کشور نیز میگوید که هراس افغانان به شمول داعشیان و طالبان توانایی رویارویی با نیروهای دولتی را از دست دادند. از این رو به مردم اطمینان میدهد که در سال پیش رو ناامنی ها در بخش های از شمال کشور افزایش نخواهد یافت. برتان اطمینان میدیم با پلان گذاری هایی که صورت گرفته است ان شاء الله با کمک خداوند همکاری مردم شریف افغانستان سالی که پیشروی داریم با دستاوردهای خوب و امنیت خوبتر و بهتر در مردم و خدمت مردم خود قرار داشته باشیم. با آنکه مسئولان نیروهای امنیتی و دفاعی از ناتوانی هراس افغانان در شمال کشور سخن میگویند، اما شمار از فعالان جامعه مدنی و بزرگان قوم بر این باورند که جنگجویان مخالف دولت از هیچ تلاشی برای گسترش ناامنی ها دریغ نمیورزند. دشمنای وطن کوشش میکنند که این بهار آینده یک بهار خونین و یک بهار برای مردم افغانستان باشه و چندین شهرهای مرکزی یا غیر مرکزی را ما تصرف خواهد کردیم. چیزی که مهم است که همت و غرور و شهامت نیروهای امنیتی ما مار کننده این حرکت شومشان خواهد بود. ملت در برابرشان با تمام قوت ایستاده خواهد شد. ملت فرزند خود را به سنگر روان میکنه، اولاد خود را به سنگر روان میکنه و در حقیقت حمایت میکنه. اما این نیروها میگویند که تا پایجان از بهر تامین امنیت مردم و سرکوب هراس افغانان آماده هستند. لباس مقدس عسکری را بتن کردیم، از خون و جان خود میگذریم و به وطن خود جان خود فدا میکنیم و از ناموس ملی و خاک افغانستان دفاع میکنیم. در هر جبه باشیم، در هر نقاط افغانستان باشیم، تا یک قطره خون داریم از مردم خود، از وجب وجب خاک وطن خود دفاع میکنیم و هیچ وقتی به دشمن تسلیم نمیشیم. همکنون بخش های از ولایت های شمال و شمال شرق کشور با تهدید جدی امنیتی روبرو است و هراس افغانان در ولایت های بغلان، کندوز، بدخشان، سرپل و فاریاب با این نیروها درگیر هستند. درگیری هایی که سبب نگرانی مردم شده است. والی بدخشان از وجود فساد اداری در برخی از نهادهای دولتی نگران است. احمد فیصل بیگزاد میگوید که فساد اداری در برخ از نهادهای دولتی به ویژه در ریاست صحت عامه این ولایت داد میزند. وی میافزاید که هیئتی را برای بررسی فساد اداری در ریاست صحت عامه گماشته است و به زودی نتایج آن را اعلام خواهد کرد. اما ریاست صحت عامه بدخشان فساد را در این نهاد رد میکند. پس از ناامنی ها وجود فساد اداری گسترده در برخ از نهادهای دولتی در بدخشان بیداد میکند. حتی وجود گسترده این پدیده فساد اداری سبب شده است تا والی این ولایت لب بگشاید و نام برخی از ریاست ها را بر زبان بیاورد. والی بدخشان میگوید که فساد اداری گسترده در ریاست صحت عامه این ولایت وجود دارد و برای بررسی آن هیئتی را تعیین کرده است. مشکلاتی از گذشته ها وجود داشته، ما او را زیر نظر داریم، بررسی داریم. همچنان پنج پروژه را که شما گفتین ما هم را شنیدیم و اثرش جدی کار را آن حیات تعیین کردیم که را بررسی بکنه و قضیه که نهایی شد باز خدمت رسانه ها اعلام می. قرار داد کردن پنج پروژه توصیه‌ای با یکی از نزدیکان رئیس صحت عامه بدون داوطلبی از نمونه های فساد اداری در این ریاست نام گرفته شده است. واقعا در حالی که ظرفیت بسیار خوبی در شرکت های ساختمانی بدخشان وجود داره، ولی فساد از مرکز در همکاری با ریاست هایی که در بدخشان هستند، در همکاری با اینا پروژه ها به شرکت های بیرونی بیرون از ولایت به قرارداد داده شده که این نگرانی هم برای جامعه مدنی است و هم برای شرکت های ساختمانی که برای دولت پول میپردازند، مالیه میپردازند، ولی بیکار در گوشه های دفترشان خوابیده است. اما رئیس صحت عامه بدخشان این گفته ها را رد می کند و می گوید که وی خودش حاضر است تا درباره این قراردادها پاسخ بدهد. پروژه هایی که ما می آید به مقام ولایت پیشنهاد می شه، اعلان می شه و پروسه تدارکات یادی در ولایت صورت بگیره و والی صاحب کسی است که همه موضوعات نظارت می کنه. ما خودمان نظارت می کنیم و پروژه هایی که بالاتر از یک میلیون دلار است اینها در مرکز صورت میگیره. قرار دادی از این پروژه که پایینتر از یک میلیون است در سطح ولایت صورت میگیره که در اینجا تحت نظر کمیته تدارکات است که ریاست صحت عامه پیشنهاد میکنه. کمیته تدارکات در ولایت آفرا را جمع آوری میکنه.
این نگرانی ها در حال ابراز می شوند که پیش از این نیز مقام های محلی بدخشان از وجود فساد گسترده در برخی از پروژه های بزرگ مانند پروژه سرگ حلقوی یعنی راستسازی و روستایی ریاست انکشاف دیهات بدخشان سخن گفتند. کار عملی ساخت حوزه کشاورزی و اقتصادی باریکا با کمک شرکت های خصوصی آغاز شد. مسئولان اداره مستقل توسعه زون پایتخت میگویند که با ساخته شدن حوزه کشاورزی و اقتصادی باریکا در 500 جریب زمین دولتی زمینه ساخت بیشتر از 1000 کارخانه در این حوزه فراهم خواهد شد. آنان میگویند که شمار از کارخانه داران افغان که به تازگی از پاکستان به کشور برگشتند علاقمند به سرمایه گذاری ها در این حوزه شدند. نخستین حوزه کشاورزی و اقتصادی در منطقه باریکا بر گستره 500 جریب زمین به گونه معیاری ساخته می شود. مسئولان اداره مستقل توسعه زون پایتخت می گویند که این حوزه کشاورزی در زمین های دولتی که از چنگ غاصبین بیرون شده است ساخته خواهد شد. دی متوازن پراختیا دی اصل پر اساس دادی نن دی باریکا اقتصادی زون چه دی لوی کابل دی شمالی اقتصادی و صنعتی زون حیثیت لري. نن د ولسمشر تر اجازه ورسته عملی کارونه به پیل شي. اداره انکشاف زون پایتخت یکی از 15 اداره است که تا حال تصدیق ظرفیت تدارکاتی را به دست آوردند که شامل وزارت های زراعت، احیا و انکشاف دیهات، شهرسازی و مسکن، اداره مسوا و 10 اداره دیگر می شود. از سوی هم مسئولان فرمانده گارنیزیون کابل میگویند که جلوگیری از غصب زمین های دولتی یکی از مکلفیت های این فرماندهی است و آنان در این بخش تلاش هایشان را بیشتر خواهند ساخت. در ساحه ناحیه 13 شهر کابل با ادامهش شهرک امید سبز واقع دامنه کوه قروغ بلا اثر هدایت مقام محترم ریاست جمهوری از غصب 800 جریب زمین جلوگیری به عمل آمده است. مسئولان اداره مستقل توسعه زون پایتخت میگویند که با ساخته شدن حوزه کشاورزی و اقتصادی باریکا در کنار افزایش فراورده های کشاورزی زمینه کار برای 35000 تن نیز فراهم خواهند شد. در یک درگیری میان همایون شینواری مشاور رئیس جمهور و اقاربش در شهر جلال آباد یک کارمند ریاست محافظت رجال برجسته کشته شد و دو تن دیگرشان زخم برداشتند. این درگیری پس از گفتگوی لفظی میان همایون شینواری مشاور رئیس جمهور و یکی از اقاربش آغاز شد و در حدود نیم ساعت ادامه داشت. پلیس میگوید که پس از درگیری همایون شینواری مشاور رئیس جمهور از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. در همین حال شورای ولایتی ننگرهار با انتقاد از نیروهای امنیتی میگویند که در این نیم ساعت نیروهای امنیتی هیچ اقدام نکردند. اینجا در کوچه حضرتان در حوزه سیم امنیتی پلیس شام روز جمعه میان اعضای خانواده حضرت سبقت الله مجددی بر سر زمین مشاجره لفظی رخ میدهد. از رجال برجسته با نام وزیر مشاور همایون شینواری، کسی به نام همایون شینواری در حدود 60 نفر مسلح حملش در همینجا موجود بود که ما فعلا همایون شینواری گرفتیم دستگیر کردیم و دیگه نفرهای مسلحش مانده، خدا بخواهی واشم دزگیر بگیر. در این درگیری نیم ساعته یک کارمند ریاست محافظت رجال برجسته جان باخت و سه تن دیگرشان زخم برداشته اند. دغه اشخاص پرینجر کې راغلي دي او پر بیا په چکل پرینجر کې راځي، پرینجر کې دځي کوي او بیا فرار کوي. د ساحنه منګ د دولت او د ولایت د ولایت چارواکو نه خصوصا د والي صاحب نه درخواست دا که و بار بار متویل دي چې هغه کړیو ته هغه مافي ډلې چې په ننګرهار کې شتون لري، هغه اشخاص چې په ننګرهار کې حالت خراب ورغواړي غوښتنم داره چې هغه گرفتار کړي او عدلي ارګان ته وسپاري. اما شورای ولایتی ننګرهار از نیروهای امنیتی این ولایت انتقاد میکند و میگوید که در این نیم ساعت پلیس برای توقف این درگیری هیچ کاری نکرده است. غوښتنه د ولایتي ادارې نه او د مرکزي ادارې نه دا ده چې دغه خلک څوک وو، ولې ډزې وکړې، ولې ونیول شو، په کومه لار دوی لاړل، په دغه برخه کې تر اوسه پورې هیڅ څوک نه دي نیول شوي. دغسې چې د ښار په منځ کې څوک نه نیول کېږي نو د لرې ولسوالیو به څه حالت وي، هلته به موږ څه ګیله وکړو. شورای ولایتی و باشندگان ننګرهار از نهادهای امنیتی میخواهند تا عاملان این درگیری ها را به پنجه قانون بسپارند. حالا همکارم خبرهای ورزشی را تقدیم میکند. سپاس از توجهتان. سلام دوستان، حال هم تازه هایی از دنیای ورزش.
در ادامه هفته 23 رقابت‌های فوتبال بوندسلیگا آلمان، لایپزیگ با برابری 2-2 در برابر آکسبورگ متوقف شد. در حساس‌ترین بازی‌های امشب بایر مونیخ در برابر کلن به میدان می‌رود و بورسیا دورتموند هم بایر لورکوزن را در پیش رو دارد. در این دیدار که در هفته 23 رقابت‌های فوتبال بوندسلیگا آلمان برگزار شد، تیم لایپزیگ تیم دوم جدول رده‌بندی برای پیروزی در برابر آکسبورگ پا به میدان گذاشت، اما در نهایت متوقف شد. در این دیدار که با میزبانی آکسبورگ و در ورزشگاه خانگی این تیم برگزار شد، این دیدار سرانجام برنده‌ای نداشت و بازی با برابری 2-2 پایان یافت تا امتیازات این بازی تقسیم شد. لایپزیگ با این تساوی 49 امتیازی شد و در همان رده دوم جدول رده‌بندی باقی ماند تا اختلاف این تیم با بایر مونیخ صدرنشین با 4 امتیاز کاهش یابد. در ادامه هفته 23 رقابت‌های فوتبال امروز و امشب 5 دیدار برگزار خواهند شد که در اساس‌ترین بازی کلن در ورزشگاه خانگی خود از بایر مونیخ صدرنشین پذیرایی می‌کند. در دیدارهای دیگر مونشن گلادباخ در برابر شالکه به میدان می‌رود، بوروسیا دورتموند با بایرن لورکوزن دیدار خواهد کرد و وولفسبورگ هم تیم ماینز را در پیش رو در جدول رده‌بندی بوندسلیگا بایر مونیخ با 53 امتیاز صدرنشین است، لایپزیگ با 49 امتیاز دوم است و بوروسیا دورتموند با 40 امتیاز رده سوم را در اختیار دارد. 87th minute, Augsburg sending numbers into the area. Altentop, instead it comes to Staffelidis, wasn't too far away. Could have been the points right there. This could have been a massive goal. I would have rather seen it put it to the far post, but. رافائل نادال اسپانیایی و سم کویری با برتری در برابر رقیبانشان راهی دیدار پایانی رقابت‌های تنیس آزاد مکزیک شدند. در دیدارهای برگزار شده مرحله نیمه‌نهایی نادال 2-0 بر ماینچلیچ غلبه کرد و سم کویری آمریکایی نیز 2-1 از سد نیک کیریوس استرالیایی گذشت و راهی دیدار پایانی شدند. رافائل نادال اسپانیایی و سم گیوری با برتری در برابر رقیبانشان روی دیدار پایانی رقابت‌های تنیس آزاد مکسیکو شدند. در دیدارهای برگزار شده از مرحله نیمه نهایی این پیکارها نادال به مسافه مارین چیلیچ از کرواسیا رفت و توانست 2-0 به برتری برسد. نادال چپ دست این دیدار را با نتایج 6-1 و 6-2 به سود خود پایان داد و جواز و حضور به فرجام این دیدار این بازی ها را به دست آورد. در دیدار دیگر از این مرحله رقابت ها نیک گیریوس استرالیایی که پیش از این نوک جوکوویچ سربستانی نفر دوم تنیس جهان را حذف کرده بود 2-1 و با نتایج 3-6 6-1 و 7-5 در برابر سم کیوری آمریکایی تن به شکست داد و از رسیدن به دیدار پایانی باز ماند. به این ترتیب نادال و سم کویری در فرجامین دیدار رقابت‌های تنیس آزاد 500 امتیازی مکسیکو در برابر هم به میدان می‌روند. بارسلونا در هفته 26 رقابت‌های فوتبال لالیگا اسپانیا امشب در نیو کمپ میزبان سلتاویگو خواهد بود. حاصل تلاش دو تیم در 6 رویارویی اخیر 3 پیروزی برای بارسلونا و 3 پیروزی برای سلتاویگو ثبت شده است. و سلتا آخرین دیدار را در ورزشگاه خانگی با پیروزی 4-3 به سود خود به پایان رسانیده بود. دو تیم نخست و دهم لالیگا در هفته 26 لالیگا در ورزشگاه نیو کمپ به هم مسافه یک دیگر خواهند رفت و بارسا برای آنکه با روحیه مناسب برابر پاریس سن ژرمن قرار بگیرد نیاز به پیروزی روی بخش در این دیدار خواهد داشت، تا علاوه بر اینکه با روحیه مناسب در لیگ قهرمانان اروپا به میدان برود، همچنان به صدرنشینی خود در لالیگا ادامه دهد. کاتالان ها در 5 دیدار گذشته خود در رقابت لالیگا به پیروزی رسیدند و در دیدار میانه هفته گذشته موفق شدند با پیروزی پرگل گیخون را بدرقه کنند تا پس از تساوی مدریدی ها با یک بازی بیشتر به صدر جدول لالیگا صعود کنند. در سوی مقابل سلتا ویگو با شرایط متفاوت از بارسلونا به نیو کمپ خواهد رفت.
این تیم که دو بازی گذشته خود در مسابقات لالیگا را مقابل گیخون و اسپانیول با برابری پشت سر گذاشته است، در هفته‌های اخیر شرایط نوسانی را داشته است. با این وجود سلتا ویگو برای آنکه در پایان فصل بتواند جواز حضور در لیگ اروپا را به دست بیاورد، باید در دیدارهای پیش رو به برتری برسد. مهاجم خطرناک این تیم یاگو آسپاس یکی از امیدهای هواداران سلتا ویگو خواهد بود تا بار دیگر این تیم را به روزهای خوب خود بازگرداند. حاصل تلاش دو تیم در 6 رویاروی اخیر، 3 پیروزی برای تیم بارسلونا و 3 پیروزی برای تیم سلتا ویگو رقم خورده است و سلتا ویگو آخرین دیدار را در ورزشگاه خانگی خود با پیروزی 4-3 به سود خود به پایان رسانیده است. با این وجود تمایل بارسلونا برای انتقام گیری پس از شکست در خانه عریف و همچنین تقابل لوئیس انریکه با تیم سابق خود میتواند بر جذابیت های این دیدار بیفزاید. همچنین آخرین نبرد دو تیم در ورزشگاه نیوکمپ با حساب 6-1 به سود بارسلونا به پایان رسیده است. در ادامه لیگ باسکتبال حرفه‌ای آمریکا، NBA امروز 10 دیدار برگزار شد. در مهمترین بازی‌ها تیم اوکلاهاما سیتی تاندر با وجود 46 امتیاز، 9 پاس گل و 17 ریباند راسل وستبروک برابر فینیکس سانز شکست خورد و تیم کیولان کاوالرز هم در تالار فلیپس شهر آتلانتا 135-130 بر میزبان خود آتلانتا هاواکس غلبه کرد. در ادامه رقابت‌های لیگ بسکتبال حرفه‌ای آمریکا موسم به NBA، تیم اوکلاهاما سیتی تاندر با وجود 48 امتیاز، 9 پاس گل و 17 ریباند راسل وستبروک برابر فینیکس سانز تن به شکست داد. تیم کیولان کاوالیرز هم در تالار فلیپس شهر آتلانتا با اختلاف 5 امتیاز و با ثبت یک ریکارد 135-130 بر میزبان خود آتلانتا هاوکس غلبه کرد. بازیکنان کیولان در این بازی 25 پرتاب 3 امتیازی منجر به گل داشتند. کایری آیرینگ 43 و لبران جیمز 38 امتیاز برای کیولان در این دیدار کسب کرده. در دیدارهای دیگر بوستون 115-95 لیکرز را شکست داد. میامی هیت 99-110 در برابر اورلاندو میجیک تن به شکست داد. نیویورک 102-105 از فیلادلفیا شکست خورد. تورنتو 114-106 به برتری در برابر واشنگتن رسید. میلواکی باکس 112-101 از صد کلیپرز عبور کرد و بروکلین 97-118 مغلوب فنکس شد. در پایان بازی های امروز تیم های کیولان، بوستون و واشنگتن در صدر کنفرانس شرق و تیم های اورلاندو میجیک و بروکلین در انتهای این کنفرانس هستند. اما در کنفرانس غرب هم گولدن استیت، سان آنتونیو و یوستون صدر نشین هستند و فنکس و لیکرز در انتهای جدول قرار دارند. در این دیدار سرخپوشان سایلی باز کشور به مسافه مالیزیای میزبان رفتند و سرانجام در یک بازی برتر توانستند 5-3 به پیروزی برسند و زنگ خطر را به تیم‌های حاضر در این بازی‌ها به صدا درآوردند. امیدوار هستیم در بازی دوم که فردا است مقابل چین، چینی که امروز باخت در مقابل بحرین و روحیش نسبت به افغانستان ضعیف‌تره، ما میتونیم از این فرصت استفاده کنیم و این تیم فردا شکست بدیم. روز یک نتیجه بسیار عالی در مقابل میزبان بازی ها گرفتیم و تانست با نتیجه 5-3 بازی را ببریم. تیم ملی فوتبال سایلی کشور فردا در دومین بازی مرحله گروهی خود در برابر چین به میدان می روند. سایلی بازان کشور در حال در برابر چین به میدان می روند که این تیم را در رقابت های فوتبال سایلی آسیا 2016 ویتنام 9-6 شکست داده بودند. در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی فوتبال ساحلی افغانستان در گروه دوم که به نام گروه مرگ نیز نامیده می‌شود با ایران، چین، بحرین و مالیزیا هم گروه است.